قدرت پرستار در نگه داشتن شخص تحت درمان برای اختلال روانی به عنوان بیمار بستری. بخش 5.4 لایحه سلامت روانی سال 1983. چرا نمیتوانم این بیمارستان را ترک کنم؟ شما تحت بخش 5.4 لایحه سلامت روانی سال 1983 در بیمارستان بستری شده اید. این قدرتی قانونی است که به پرستار اجازه می‌دهد تا زمانی که شخص مسئول درمانتان یا نماینده او شما را معاینه می‌کنند، شما در بیمارستان نگه داشته شوید. پرستار عقیده دارد شما مبتلا به اختلال روانی بوده اید و به اندازه کافی سالم نیستید که بیمارستان را ترک کنید. چه مدت در اینجا نگه داشته خواهم شد؟ باید به مدت 6 ساعت یا تا وقتی که شخص مسئول درمانتان یا نماینده او بگوید که اجازه دارید بیمارستان را ترک کنید، در اینجا بمانید. در صورت اقدام برای ترک بیمارستان، کارکنان بیمارستان می توانند جلوی شما را بگیرند و اگر از بیمارستان خارج شوید، آنها می توانند شما را به بیمارستان برگردانند. اگر شخص مسئول درمانتان یا نماینده او تا پایان مدت شما را نبیند، آزاد خواهید بود که بیمارستان را ترک کنید. در صورتی که قصد ندارید بیمارستان را ترک کنید، لطفاً به پرستار یا یکی دیگر از اعضای کادر بیمارستان بگویید. در طی اقامت در بیمارستان چه خواهد شد؟ کارکنان بیمارستان درباره درمانی که برای شما لازم می‌دانند با شما صحبت خواهند کرد. شما حق دارید از هر درمانی که با آن موافق نیستید سرپیچی کنید. فقط در شرایط ویژه که برای شما توضیح خواهد داده شد، درمانی که با آن موافق نیستید برای شما انجام خواهد گرفت. بعد چه خواهد شد؟ ممکن است شخص مسئول درمانتان یا نماینده او تصمیم بگیرد که لازم است مدت بیشتری در بیمارستان بمانید. می توانید تصمیم بگیرید که به صورت داوطلبانه در بیمارستان بستری شوید. اگر باز هم نمی خواهید در بیمارستان بمانید و شخص مسئول درمانتان یا نماینده او عقیده داشته باشد که مریض‌تر از آن هستید که بیمارستان را ترک کنید، ممکن است شما را در بخش دیگری از لایحه سلامت روانی در بیمارستان نگاه دارند. آنان به شما خواهند گفت چرا و به چه مدت در اینجا نگاه داشته خواهید شد و باید جزوه دیگری به شما داده شود که آنچه را بعد روی می‌دهد توضیح دهند. اگر شخص مسئول درمانتان یا نماینده او تصمیم بگیرد که نیازی به ماندن در بیمارستان ندارید، ایشان با یکی دیگر از کارکنان بیمارستان درباره دیگر کمک‌هایی که باید دریافت کنید با شما صحبت خواهند کرد. آیا می‌توانم استیناف دهم؟ نه. حتی اگر موافق نباشید که لازم است اکنون در بیمارستان بمانید، نمی‌توانید علیه تصمیم به نگه داشتن شما تحت بخش 5.4 اعتراض کنید. اطلاع دادن به نزدیکترین خویشاوند شما. نسخه ای از این جزوه به شخصی داده می شود که لایحه سلامت روانی او را نزدیکترین شخص خویشاوند شما بداند. در لایحه سلامت روانی فهرستی از اشخاصی به چشم می خورد که خویشاوند شما شناخته می شوند. معمولا شخصی که در بالاترین ردیف این فهرست قرار می گیرد نزدیکترین خویشاوند شماست. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که این موضوع و حقوقی را که نزدیکترین خویشاوند شما در ارتباط با مراقبت و درمان شما به عهده دارد به خوبی توضیح می دهد. در مورد پرونده شما به ما گفته شده است که نزدیکترین خویشاوند شما مثلا شخص زیر است. اگر نمی خواهید این شخص نسخه ای از این جزوه را دریافت نماید، لطفاً به پرستار خود یا یکی دیگر از اعضای کادر بیمارستان اطلاع دهید. تغییر نزدیکترین خویشاوند. اگر فکر می‌کنید این شخص برای نزدیکترین خویشاوند شما مناسب نیست، می‌توانید برای برگزاری دادگاه استانی
اقدام نمایید تا شخص دیگری را به عنوان نزدیکترین شخصیت شما، خویشاوند شما تعیین نمایند. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای که این مطلب را به خوبی توضیح داده است به شما ارائه نمایند. نامه های شما. کلیه نامه هایی که در هنگام بستری شدن در بیمارستان برای شما ارسال می شود به شما تحویل داده خواهد شد. شما می توانید به هر کسی به جز کسانی که گفتن نمی خواهند از شما نامه دریافت کنند نامه بنویسید. کادر بیمارستان می تواند نامه های ارسالی برای شخص مذکور را متوقف نماید. چگونه می توانم شکایت کنم؟ اگر قصد دارید درباره هر چیز مربوط به مراقبت و درمان شما در بیمارستان شکایت کنید، لطفاً با یکی از اعضای کادر بیمارستان صحبت کنید. ممکن است آنان بتوانند مشکل را حل کنند. همچنین می توانند اطلاعاتی درباره مراحل و طرز عمل شکایت از بیمارستان مسئول به شما بدهند که با استفاده از آن می توانید شکایت خود را از طریق آن تحلیل محلی نامیده شده طبقه بندی کنید. همچنین می توانید اشخاص دیگری را به شما معرفی کنید که در تهیه شکایت نامه به شما کمک نمایند. در صورتی که احساس می کنید مراحل و طرز عمل شکایت بیمارستان کمکی به شما بکند، می توانید به یک کمیسیون مستقل نیز شکایت کنید. این کمیسیون بر چگونگی استفاده از لایحه سلامت روانی نظارت می نماید تا مطمئن گردد این لایحه به درستی به کار می رود و اینکه بیماران در طی مدت بستری شدن در بیمارستان به طور مناسبی تحت مراقبت قرار می گیرند. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که توضیح می دهد چگونه با این کمیسیون تماس بگیرید. شماره کد ارجاع. یک کد ارجاع وجود دارد که توصیه های درباره لایحه سلامت روانی و رفتار با بیماران دارای اختلال ذهنی به کادر بیمارستان می دهد. ایشان باید هنگام تصمیم گیری درباره مراقبت از شما توصیه های این کد را در نظر بگیرند. در صورت تمایل می توانید درخواست کنید نسخه از این کد را ببینید. کمک و اطلاعات بیشتر. اگر در مورد مراقبت و درمان شما مسئله مبهم باقی مانده است، یکی از کارکنان به شما کمک خواهد نمود. در صورتی که هر مطلب یا نکته‌ای در این جزوه برای شما قابل درک نیست یا پرسش‌های دیگری دارید که در این جزوه به آنها پاسخ داده نشده است، لطفاً از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید برای شما توضیح دهد. اگر نسخه دیگری از این جزوه برای شخص دیگری لازم دارید، لطفاً درخواست نمایید. یک نسخه دیگر به شما داده می شود. تمدید دوره بستری بیمارانی که در بیمارستان هستند. بخش 5.2 لایحه سلامت روانی سال 1983. چرا نمی توانم این بیمارستان را ترک کنم؟ شما تحت بخش 5.2 لایحه سلامت روانی سال 1983 در بیمارستان بستری شده اید. زیرا شخص مسئول درمان شما یا نماینده او فکر می‌کنند شما به اختلال روانی مبتلا هستید و لازم است در بیمارستان بستری شوید. چه مدت در اینجا بستری خواهم بود؟ می توانید به مدت 72 ساعت در اینجا بمانید تا توسط پزشک متخصص معاینه شوید. در واقع دو پزشک برای شما تصمیم میگیرند که آیا لازم است مدت بیشتری در بیمارستان بمانید. احتمال دارد توسط یک متخصص مورد تایید در زمینه سلامت روانی نیز معاینه شوید. متخصص مورد تایید در زمینه سلامت روانی شخصی است که برای کمک به تصمیم گیری درباره اینکه بیمار باید در بیمارستان بماند یا خیر آموزش تخصصی دیده است. در طی این مدت نباید بیمارستان را ترک کنید مگر اینکه پزشک مسئول درمان شما یا نماینده وی بگویند اجازه دارید. در صورت اقدام برای ترک بیمارستان، کارکنان بیمارستان می توانند جلوی شما را بگیرند و اگر از بیمارستان خارج شوید، آنها می توانند شما را به بیمارستان برگردانند. در صورتی که همکنون تحت بخش 5.4 لایحه سلامت روانی در بیمارستان بستری هستید، این زمان
بخشی از 72 ساعت اقامت شما در بیمارستان محسوب خواهد شد. در مورد پرونده شما 72 ساعت در تاریخ زیر مثلا به پایان خواهد رسید. بعد چه روی می‌دهد؟ پس از اینکه پزشکان شما را معاینه کردند، ممکن است تصمیم گرفته شود که مدت بیشتری در بیمارستان بمانید. یک پزشک یا یک متخصص تایید شده سلامت روانی به شما خواهند گفت چرا و به چه مدت بستری خواهید شد. یک جزوه دیگر به شما داده خواهد شد که توضیح می‌دهد بعد چه روی می‌دهد. در صورتی که تصمیم بگیرید که دیگر نیازی به ماندن در بیمارستان ندارید، ایشان با یکی دیگر از اعضای کادر بیمارستان درباره کمک‌هایی که باید دریافت نمایید با شما صحبت خواهند کرد. اگر در پایان 72 ساعت به شما اطلاع داده نشود که باید در بیمارستان بمانید، آزاد هستید که بیمارستان را ترک کنید. اما ممکن است تصمیم بگیرید به عنوان یک بیمار داوطلب در بیمارستان بمانید. اگر قصد دارید در پایان 72 ساعت بیمارستان را ترک کنید، لطفاً نخست با یکی از اعضای کادر بیمارستان صحبت کنید. آیا می توانم استیناف بدهم؟ نه. حتی اگر موافق نباشید که لازم است در بیمارستان بمانید، نمی توانید علیه تصمیم به نگه داشتن شما تحت بخش 5.2 اعتراض نمایید. آیا درمانی دریافت خواهم کرد؟ کارکنان بیمارستان درباره درمانی که فکر می‌کنند نیاز دارید برای شما توضیح خواهند داد. شما حق دارید از دریافت درمانی که نمی‌خواهید خودداری کنید. فقط در شرایطی خاص که برای شما توضیح داده خواهد شد، درمانی که با آن موافق نیستید برای شما انجام خواهد شد. اطلاع به نزدیکترین خویشاوند شما. نسخه از این جزوه به شخصی داده می شود که لایحه سلامت روانی او را نزدیکترین خویشاوند شما بداند. در لایحه سلامت روانی فهرستی از اشخاصی به چشم می خورد که خویشاوند شما شناخته می شوند. معمولا شخصی که در بالاترین ردیف این فهرست قرار می گیرد نزدیکترین خویشاوند شماست. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که این موضوع و حقوقی را که نزدیکترین خویشاوند شما در ارتباط با مراقبت و درمان شما به عهده دارد به خوبی توضیح می‌دهد. در مورد پرونده شما به ما گفته شده است که مثلا نزدیکترین خویشاوند شما شخص زیر است. اگر نمی‌خواهید این شخص نسخه ای از این جزوه را دریافت نماید، لطفاً به پرستار خود یا یکی دیگر از اعضای کادر بیمارستان اطلاع دهید. نزدیکترین شخص خویشاوند و تغییر او. اگر فکر میکنید این شخص برای نزدیکترین خویشاوند شما بودن مناسب نیست، میتوانید برای برگزاری دادگاه استانی اقدام نمایید تا شخص دیگری را به عنوان نزدیکترین خویشاوند شما تعیین نمایند. کارکنان بیمارستان میتوانند جزوه‌ای که این مطلب را به خوبی توضیح داده است به شما ارائه نمایند. نامه های شما. کلیه نامه هایی که در هنگام بستری شدن در بیمارستان برای شما ارسال می شود به شما تحویل داده خواهد شد. شما می توانید به هر کسی به جز کسانی که گفتن نمی خواهند از شما نامه دریافت کنند نامه بنویسید. کادر بیمارستان می تواند نامه های ارسالی برای شخص مذکور را متوقف نماید. شماره کد ارجاع. یک کد ارجاع وجود دارد که توصیه هایی درباره لایحه سلامت روانی و رفتار با بیماران دارای اختلال ذهنی به کادر بیمارستان می دهد. ایشان باید هنگام تصمیم گیری درباره مراقبت از شما توصیه های این کد را در نظر بگیرند. در صورت تمایل می توانید درخواست کنید نسخه ای از این کد را ببینید. چگونه می توانم شکایت کنم؟ اگر قصد دارید درباره هر چیز مربوط به مراقبت و درمان شما در بیمارستان شکایت کنید، لطفاً با یکی از اعضای کادر بیمارستان صحبت کنید. ممکن است آنان بتوانند مشکل را حل کنند. همچنین می توانید اطلاع درباره مراحل و طرز عمل شکایت از بیمارستان مسئول به شما بدهند که با استفاده از آن می توانید شکایت خود را از طریق آنچه تحلیل محلی نامیده می شود طبقه بندی نمایید. همچنین می توانید
اشخاص دیگری را به شما معرفی کنند که در تهیه شکایت نامه به شما کمک کنند. در صورتی که احساس نمی کنید مراحل و طرز عمل شکایت بیمارستانی کمکی به شما بکند، می توانید به یک کمیسیون مستقل نیز شکایت کنید. این کمیسیون بر چگونگی استفاده از لایحه سلامت روانی نظارت می کند تا مطمئن گردد این لایحه به درستی به کار می رود و اینکه بیماران در طول مدت بستری شدن در بیمارستان به طور مناسبی تحت مراقبت قرار می گیرند. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که توضیح می دهد چگونه با کمیسیون تماس بگیرید. کمک و اطلاعات بیشتر. اگر در مورد مراقبت و درمان شما مسئله مبهم باقی مانده است، یکی از کارکنان به شما کمک خواهد کرد. در صورتی که هر مطلب یا نکته‌ای در این جزوه برای شما قابل درک نیست یا پرسش‌های دیگری دارید که در این جزوه به آنها پاسخ داده نشده است، لطفاً از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید، برای شما توضیح خواهند داد. اگر نسخه دیگری از این جزوه برای شخص دیگری نیاز دارید، لطفاً درخواست نمایید یک نسخه دیگر به شما داده می شود. S2 پذیرش بیمارستانی برای ارزیابی. بخش 2 لایحه سلامت روانی سال 1983. چرا در بیمارستان هستم؟ شما تحت بخش 2 لایحه سلامت روانی سال 1983 در بیمارستان بستری شده اید. شما توسط 2 پزشک تحت معاینه قرار گرفته اید و ایشان عقیده دارند شما دارای اختلال روانی هستید و باید در بیمارستان بستری شوید تا شخص مسئول مراقبت از شما، یعنی پزشک مسئول، مشکلتان و راه کمک به شما را بیابد. چه مدت در بیمارستان بستری خواهم شد؟ می توانید به مدت 28 روز در بیمارستان بستری شوید. در طی این مدت نباید بیمارستان را ترک کنید مگر اینکه پزشک مسئولتان اجازه دهد. در صورت اقدام برای ترک بیمارستان، کارکنان بیمارستان می توانند جلوی شما را بگیرند. و اگر از بیمارستان خارج شوید، آنها می توانند شما را به بیمارستان برگردانند. در صورتی که همکنون تحت بخش 4 لایحه سلامت روانی در بیمارستان هستید، این زمان بخشی از 28 روز اقامت شما در بیمارستان محسوب خواهد شد. در مورد پرونده شما 28 روز در تاریخ زیر به پایان خواهد رسید. برای مثال تاریخی رو به شما داده خواهد شد. بعد چه روی می‌دهد؟ پزشک مسئولتان به شما خواهد گفت که آیا سلامت خود را به اندازه کافی به دست آورده اید که بیمارستان را ترک کنید یا خیر. این اطلاع می تواند در هر زمانی در طی 28 روز باشد. ممکن است پزشک مسئولتان تصمیم بگیرد که نیاز دارید بیش از 28 روز در بیمارستان بمانید، که در این صورت ممکن است تحت بخش 3 لایحه سلامت روانی در بیمارستان بستری شوید. ایشان باید این تصمیم را قبل از اینکه 28 روز را به پایان برسانید اخذ نماید. در این صورت جزوه دیگری به شما داده خواهد شد که توضیح می‌دهد این تصمیم چه معنایی دارد. چه درمانی برای من انجام خواهد شد؟ پزشک مسئولتان و دیگر اعضای بیمارستان درباره هر درمانی که فکر می‌کنند برای شما لازم است با شما صحبت خواهند کرد. در اکثر موارد باید توصیه آنها را بپذیرید. قوانین متفاوتی برای بعضی از درمان‌ها مانند درمان با شوک الکتریکی ECT وجود دارد. اگر کارکنان متخصص بیمارستان فکر می‌کنند شما به چنین درمان‌های خاصی نیاز دارید، قوانین برای شما توضیح داده خواهند شد و جزوه دیگری به شما داده می شود. آیا می توانم استیناف دهم؟ بله، شما می توانید تحت بخش 2
علیه این تصمیم برای نگه داشتن شما در بیمارستان استیناف بدهید. برای انجام این کار از مدیران بیمارستان بخواهید به شما اجازه دهند بیمارستان را ترک کنید. مدیران بیمارستان از کمیته ویژه از اشخاصی در بیمارستان تشکیل می شوند که می توانند تصمیم بگیرند آیا بیمار باید در بیمارستان نگه داشته شود یا خیر. ممکن است بخواهند قبل از تصمیم گیری درباره اجازه مرخصی با شما صحبت کنند. شما می توانید به نشانی زیر به مدیران بیمارستان نامه بنویسید یا می توانید از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید به شما کمک کند با مدیران بیمارستان تماس بگیرید. نزدیکترین خویشاوند شما می تواند به مدیران بیمارستان نامه بنویسد و با آنان بگوید می خواهد به شما اجازه دهد بیمارستان را ترک کنید. این جزوه برای شما توضیح می دهد که نزدیکترین خویشاوند شما کیست. اگر نزدیکترین خویشاوند شما این کار را بکند، مدیران بیمارستان باید در عرض 72 ساعت به شما اجازه مرخصی بدهند. مگر اینکه پزشک مسئول شما به مدیران بیمارستان بگوید اگر بیمارستان را ترک کنید، برای خود یا افراد دیگر خطرناک خواهید بود. اگر این اتفاق بیفتد و اگر هنوز هم در بیمارستان بستری باشید، قبل از اینکه نزدیکترین خویشاوند شما بتواند مجدداً به مدیران بیمارستان بگوید که قصد دارد از آنان درخواست کند شما را از بیمارستان مرخص نمایند، 6 ماه دیگر بستری خواهید شد. همچنین می توانید از یک دادگاه خصوصی درخواست کنید حکم کند که دیگر نباید در بیمارستان بمانید. فقط در طی اولین 14 روز از 28 روزی که می توانید در بیمارستان بستری شوید، می توانید این کار را انجام دهید. دادگاه خصوصی چیست و چه روی می دهد؟ دادگاه خصوصی یک هیئت مستقل است که می تواند تصمیم بگیرد آیا باید به شما اجازه داد بیمارستان را ترک کنید یا خیر. این دادگاه جلسه با حضور شما و کارکنان بیمارستان که شما را میشناسد برگزار خواهد کرد. این جلسه دادرسی نامیده میشود. اگر بخواهید میتوانید از شخص دیگری درخواست کنید برای کمک به شما در جلسه دادرسی حاضر شود. اعضای دادگاه خصوصی پیش از دادرسی گزارشات بیمارستان درباره شما و درمانتان را خواهند داد. همچنین یکی از اعضای دادگاه خصوصی برای گفتگو با شما خواهند آمد. می توانید از یک مشاور حقوقی درخواست کنید از طرف شما به دادگاه خصوصی نامه بنویسد و در جلسه دادرسی نیز به شما کمک کند. بیمارستان مسئول شما و قانون جامع فهرستی از مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه را به شما معرفی خواهند کرد. نیازی به پرداخت دستمزد به مشاور حقوقی برای کمک در این زمینه نیست. این مورد رایگان و تحت طرح کمک حقوقی می باشد. اطلاع دادن به نزدیکترین خویشاوند شما. نسخه از این جزوه به شخصی داده می شود که لایحه سلامت روانی او را نزدیکترین خویشاوند شما بداند. در لایحه سلامت روانی فهرستی از اشخاصی به چشم می‌خورد که خویشاوند شما شناخته می‌شوند. معمولاً شخصی که در بالاترین ردیف این فهرست قرار دارد نزدیکترین خویشاوند شماست. کارکنان بیمارستان می‌توانند جزوه‌ای به شما بدهند که این موضوع و حقوقی را که نزدیکترین خویشاوند شما در ارتباط با مراقبت و درمان شما به عهده دارد به خوبی توضیح می‌دهد. در مورد پرونده شما به ما گفته شده است که نزدیکترین خویشاوند شما شخص زیر است. برای مثال اگر نمیخواهید این شخص نسخه ای از این جزوه را دریافت نماید، لطفاً به پرستار خود یا یکی دیگر از اعضای کادر بیمارستان اطلاع دهید. تغییر نزدیکترین خویشاوند. در صورت تمایل به اقدام برای برگزاری دادگاه خصوصی می توانید به نشانی زیر نامه بنویسید. Tribunal Service، صندوق پستی
879-3 طبقه پنجم لستر LE18BN تلفن 0845-223-2022. اگر فکر میکنید این شخص برای نزدیکترین خویشاوند بودن مناسب نیست، میتوانید برای برگزاری دادگاه استانی اقدام نمایید تا شخص دیگری را به عنوان نزدیکترین خویشاوند شما تعیین نماید. کارکنان بیمارستان میتوانند جزوه‌ای که این مطلب را به خوبی توضیح داده است به شما ارائه نماید. نامه های شما. کلیه نامه هایی که در هنگام بستری شدن در بیمارستان برای شما ارسال می شود به شما تحویل داده خواهد شد. شما می توانید به هر کسی به جز کسانی که گفتند نمی خواهند از شما نامه دریافت کنند نامه بنویسید. کادر بیمارستان نامه های ارسالی برای اشخاص مذکور را توقف می نماید. شماره کد ارجاع. یک کد ارجاع وجود دارد که توصیه های درباره لایحه سلامت روانی و رفتار با بیماران دارای اختلال ذهنی به کادر بیمارستان می دهد. ایشان باید هنگام تصمیم گیری درباره مراقبت از شما توصیه های این کد را در نظر بگیرند. در صورت تمایل می توانید درخواست کنید نسخه ای از این کد را ببینید. چگونه می توانم شکایت کنم؟ اگر قصد دارید درباره هر چیز مربوط به مراقبت و درمان شما در بیمارستان شکایت کنید، لطفاً با یکی از اعضای کادر بیمارستان صحبت کنید. ممکن است آنان بتوانند مشکل را حل کنند. همچنین می توانید اطلاعاتی درباره مراحل و طرز عمل شکایت از بیمارستان مسئول به شما بدهند که با استفاده از آن می توانید شکایت خود را از طریق آنچه تحلیل محلی نامیده می شود طبقه بندی نمایید. همچنین می توانید اشخاص دیگری را به شما معرفی کنند که در تهیه شکایت نامه به شما کمک می نمایند. در صورتی که احساس نمی کنید مراحل و طرز عمل شکایت بیمارستانی کمکی به شما بکند، می توانید به یک کمیسیون مستقل نیز شکایت کنید. این کمیسیون بر چگونگی استفاده از لایحه سلامت روانی نظارت می کند تا مطمئن گردد این لایحه به درستی به کار می رود و اینکه بیماران در طول مدت بستری شدن در بیمارستان به طور مناسبی تحت مراقبت قرار می گیرند. کارکنان بیمارستان می توانند جزوه‌ای به شما بدهند که توضیح می دهد چگونه با این کمیسیون تماس بگیرید. کمک و اطلاعات بیشتر. اگر در مورد مراقبت و درمان شما مسئله مبهم باقی مانده است، یکی از کارکنان به شما کمک خواهد نمود. در صورتی که در هر مطلب یا نکته‌ای در این جزوه برای شما قابل درک نیست یا پرسش‌های دیگری دارید که در این جزوه به آنان پاسخ داده نشده است، لطفاً از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید برای شما توضیح دهد. اگر نسخه دیگری از این جزوه برای شخص دیگری نیاز دارید، لطفاً درخواست نمایید، یک نسخه دیگر به شما داده خواهد شد. پذیرش بیمارستان برای درمان. بند 3 لایحه سلامت روانی سال 1983. چرا در بیمارستان هستم؟ شما تحت بند 3 لایحه سلامت روانی سال 1983 در بیمارستان بستری شده اید. بدین معنا که توسط دو پزشک متخصص تحت معاینه قرار گرفته اید و ایشان عقیده دارند شما دارای اختلال روانی هستید و باید در بیمارستان بستری شوید تا مورد مراقبت و درمان قرار گیرید. چه مدت در بیمارستان خواهم بود؟ در آغاز به مدت 6 ماه در بیمارستان بستری خواهید شد تا در مورد نیاز آنچه را می خواهید دریافت کنید.
در طی این مدت نباید بیمارستان را ترک کنید مگر اینکه شخص مسئول مراقبت از شما یعنی پزشک مسئولتان بگوید اجازه دارید. در این صورت اقدام برای ترک بیمارستان، کارکنان بیمارستان می توانند جلوی شما را بگیرند و اگر از بیمارستان خارج شوید آنها می توانند شما را به بیمارستان برگردانند. بعد چه خواهد شد؟ پزشک مسئولتان به شما خواهد گفت که آیا سلامت خود را به اندازه کافی به دست آورده اید که بیمارستان را ترک کنید یا خیر. اگر پزشک مسئولتان تصمیم بگیرد که نیاز دارید بیش از 6 ماه در بیمارستان بمانید، می تواند مدت اقامت شما را در بیمارستان برای 6 ماه دیگر تمدید کند و سپس تا 1 سال دیگر در هر بار مدت بستری را تمدید نماید. با نزدیک شدن به پایان هر دوره پزشک مسئولتان در این باره با شما صحبت خواهد کرد. چه درمانی دریافت خواهم کرد؟ پزشک مسئولتان و دیگر اعضای بیمارستان درباره هر درمانی که فکر می‌کنید برای شما لازم باشد با شما صحبت خواهند کرد. در اکثر موارد باید توصیه آنها را بپذیرید. پس از 3 ماه قوانین متفاوتی برای هر نوع معالجه یا دارویی که برای اختلال روانی خود دریافت می‌کنید وجود دارد. در صورتی که درمان یا دارو را قبول نداشته باشید یا مریض‌تر از آن باشید که بتوانید بگویید آنها را نمی‌خواهید، یک پزشک از این بیمارستان نیز شما را خواهد دید. این پزشک مستقل با شما و کارکنان بیمارستان که شما را می‌شناسند صحبت خواهد کرد. پزشک مستقل تصمیم خواهد گرفت چه نوع درمان یا دارویی باید به شما داده شود. اینها تنها درمان و دارویی خواهند بود که بدون موافقتتان به شما داده خواهد شد، مگر اینکه مورد اورژانسی پیش بیاید. این پزشک مستقل COAD پزشک منتخب دارای عقیده دوم نامیده می شود و توسط یک کمیسیون مستقل انتخاب می شود که بر چگونگی کاربرد لایحه سلامت روانی نظارت دارد. قوانین متفاوتی برای بعضی از درمان‌های خاص مانند درمان با شوک الکتریکی ECT وجود دارد. اگر کارکنان متخصص بیمارستان فکر می‌کنند شما به چنین درمان‌های خاصی نیاز دارید، قوانین برای شما توضیح داده خواهد شد و جزوه دیگری به شما داده می شود. آیا می توانم استیناف بدهم؟ بله، شما می توانید تحت بند 3 علیه این تصمیم برای نگه داشتن شما در بیمارستان استیناف بدهید. برای انجام این کار می توانید از مدیران بیمارستان بخواهید به شما اجازه دهند بیمارستان را ترک کنید. این کار را در هر زمانی می توانید انجام دهید. مدیران بیمارستان از کمیته ویژه از اشخاصی در بیمارستان تشکیل می شوند که می توانند تصمیم بگیرند آیا بیمار در بیمارستان نگاه داشته شود یا خیر. ممکن است بخواهند قبل از تصمیم گیری درباره اجازه مرخصی با شما صحبت کنند. شما می توانید به نشانی زیر به مدیران بیمارستان نامه بنویسید یا می توانید از یکی از اعضای کادر بیمارستان درخواست کنید به شما کمک کند تا به مدیران بیمارستان تماس بگیرید. نزدیکترین خویشاوند شما می تواند به مدیران بیمارستان نامه بنویسد و به آنان بگوید می خواهد به شما اجازه دهند بیمارستان را ترک کنید. این جزوه برای شما توضیح می دهد که نزدیکترین خویشاوند شما کیست. اگر نزدیکترین خویشاوند شما این کار را بکند، مدیران بیمارستان باید در عرض 72 ساعت به شما اجازه مرخص شدن بدهد، مگر اینکه پزشک مسئول شما به مدیران بیمارستان بگوید اگر بیمارستان را ترک کنید برای خود یا افراد دیگر خطرناک خواهید بود. اگر این اتفاق بیفتد و اگر هنوز در بیمارستان بستری باشید، قبل از اینکه نزدیکترین خویشاوند شما بتواند مجدداً به مدیران بیمارستان بگوید که قصد دارد از آنان درخواست کند شما را از بیمارستان مرخص نمایند، 6 ماه دیگر بستری خواهید بود. همچنین می توانید از یک محکمه درخواست کنید حکم کند که دیگر نباید در بیمارستان بمانید. فقط در طی اولین 14 روز از 28 روزی که می توانید در بیمارستان بستری شوید، می توانید این کار را انجام دهید. محکمه چیست و چه روی می دهد؟
محکمه یک هیئت مستقل است که میتواند تصمیم بگیرد آیا باید به شما اجازه داد بیمارستان را ترک کنید یا خیر. این دادگاه جلسه با حضور شما و کارکنان بیمارستان که شما را میشناسند برگزار خواهد کرد. این جلسه دادرسی نامیده میشود. اگر بخواهید می توانید از شخص دیگری درخواست کنید برای کمک به شما در جلسه دادرسی حاضر شود. اعضای دادگاه خصوصی پیش از دادرسی